با جشنواره رومی لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری کارمان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان. تلویزیون یک همکار نزدیک رومی آوارد. در افغانستان لومړی تلویزیون یا یو تلویزیون د رومی آوارد پروگرام په افغانستان او ټول نړۍ کې خپروي. هیله من یو چې همدغه همکاری جاری بی او پراتلونکو کال کې بیا هم دغه تلویزیون همدا پروګرام زموږ نورو وطنوالو ته وروښي. پام مو راګرځوم یوې نه دوو ښکلو سندرو ته چې ځوانه سندرغاړې فرشته یې تاسو ته وړاندې کوي. په انګلیسي ژبه ښکلې دوې سندرې به تاسو د فرشتې په آواز کې واورئ. فرشته. Thank you.
یک جان سه مقبول بود، لذت بردیم، تشکر فرشته جان. باشین، میخواستم یک فکایی دیگرم برتان یادداشت کرده بودم که او رو بگویم. من فکر کردم آهنگ دیگر میخوانن، از او خاطر کاغذ ما در پایان بود. یک آدم در زندانی بوده، حال نپرسن که چی کرده بود، چرا زندانی بود، کدام کار کرده بود. این زندانی بود و یکی از روزا خشوش دیدنش رفت. جالب است نه؟ خشو در زندان دیدن داماد خود بره. کدام پلان داشته ادما؟ خو زندانبان رفت پیش محبوس و صداش کرد، گفت که یک خانم آمده و دیدنت و میگه که خوشویت است. یک دفعه محبوس برش گفت که برو برش بگو من اعدام شدیم. دو فعال دیگه میدیا را براتان معرفی میکنم، سیرجان ضیا، خبرنگار تلویزیون آشنا. حتما فعالیت های شدیدین، اگر تا حال ندیده بودین امشب که اینجا دیدینش علاقه میگیرین که در آینده هم ببینینش. بچه موفق است و جوان نام خدا کاکو و زیبا. خانم جوان و زیبا یا دختر خانم زیبایی که همراهشان میآید خاطره جان یوسفی است. از این دو جوان خواهش میکنم که روی استیج بیان و این بخش برای شما پیش ببرن و گردانندگی کنن. خاطره یوسفی و سیر ضیا. سلام. خب در نخست یک سلام بگویم از لاس وگاس و افغانان قهرمان سرزمین ما و یک سلام ویژه به سرزمین علم و هنر بلخ، زادگاه مولانای بزرگ. کار دایرکتر و کار گرداننده را و بهتر ساختن یک برنامه را همیشه یک کاراکتر جالب کار میکنه با تمام فشار و او ادیتر است، ادیتر تصویر و یا ویدیو. و یک مسئله دیگه هم هست که به دستشان است، اگر کسی را خوش نداشته باشند، چهره جذاب یا دلنشین به نظرشان نباشه، میتونن کورا کات کنن، ادیت کنن. خب و چوب مگر. خب و چوب، بله بله. پس پسون میگن در تیپ نامده بود. جا داره که از همکارای تکنیکی تقاضا بکنیم ویدیویی که از ادیترهای برتر هستن لطفا نشر بکنیم. با هم میبینیم. بهترین ادیتور برنامه‌های تلویزیونی نزار صالحی، مجتبی سیر و اجمل فاضلی. و حال جا داره که از خانم لیلا آریا و آقای صفی زکریا خواهش میکنیم که روی استیج بیان و جایزه بهترین ادیتر را اهدا کنند و افتخار شد. سلام من بر شما. آره ببینیم صاحب که اینجا چیگه باز. شما فارسی میفهمین صاحب؟ بله آن چطوری؟ بخیصایی؟ بخیصایی. Best Video Editor کیست؟ مجتبی اسیر تلویزیون طلوع. تبریک میگم باشی. تشکر از همه. من به نمایندگی از مجتبی سیر غیور، برادر مسعودجان سنجر، یکی از با استعدادترین جوانای افغان، بسیار ادیتر بسیار خوب هستند، بسیار موفق. واقعیت بسیار برای من افتخار است که به جای اونا ایوارد میگیرم. تشکر از آقای عبدالله ناصر و تشکر از رومی ایوارد. تشکر از همه شما. زنده باشید.
همگی فکاهیه گفتن. ما هم اجازه است بگم یک فکاهیه اجازه است؟ چرا نه؟ اگر بزد خانمانه باشه حتما. نه. یک تیاره بین المللی، یک تیاره که مربوط پرواز بین المللی میشه در یکی از بخشای افغانستان سقوط کرد. خدا کنه نشنیده باشین در گذشته، اگر شنیدین هم خنده کنین لطفا. سقوط کرد، هیچ نوع تماس دیگه نبود. یکی از برنامه‌های تلویزیونی خارجی با یکی از افغان‌ها در اونجا تماس گرفت. من افغان‌ها میگم خدا کنه بر نخوره، ولی فکاهیه است. گفتن برادر میشه معلومات بدین که می تیاره در کجا سقوط کرده؟ گفت بله، می بغل قریه ما سقوط کرده. گفت میشه بگوین، البته یا خود تلفن گپ میزد، که تعداد تلفات چقدر است، میتونین بر ما بگوین؟ گفت بله برادر، گفت حال ما تانستیم 2000 جسد از زیر خاکروبه ها بیرون بکنیم و تلاش جریان داره که دگایشون هم بیرون بکنیم. این گرداننده برنامه تلویزیونی ایران مان گفت که پلفل خود، گفت که این 2000 جسد، این تیاره چی رقم تیاره بود؟ گفت تیاره در قبرستان سقوط کرده. بسیار خوب. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کارمان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن. خب بخش بعدی مهمانان گرانقدر، بهترین بهترین صدا پرداز پشت صحنه که دوبلاژ گر یا دوبلاژر میگنش، دوبلاژ میکنن کسانی که بهترین، بازم تقاضا میکنیم که اگر امکان داشته باشه لطفا تصویری که مشخص میسازه بهترین صدا پردازای پشت صحنه در رسانه‌های افغانستان کیا هستن اونا رو نشر بکنن. بهترین دوبلور سریال های تلویزیونی علی اکبر امیری، وحدت رحمانی و الیاس امینی. همیشه من منتظر هستم که دوستایی که جایزه را اهدا میکنن بر برنده‌اش بیاین روی استیج. خانم، از خانم حوریا عزیز خواهش میکنیم و همچنان از آقای شکیب علومی که روی استیج بیان و جایزه را با بهترین دوبلاژر یا صدا پرداز یا دوبلاژر تقدیم کنن با افتخارشان. خانم حوریا عزیز و شکیب علومی، نرتون چی کردین؟ شکیب جان علومی نیستن، فکر میکنم تشریف ندارم. چقدر اونا کار آمدین. شما سازید خوش آمدین. سلامت باشین. خدا رو شکر که شما دین روزم بودین. بله. افتخار است که من اینجا میبینم باز خدا. بفرمین. آقای علومی؟ شما هستی؟ با افتخارشون. بسیار معذرت میخوایم. اولا ما میخوایم که تبریک بگویم برای دستاندرکارای برنامه امشب و دیروز، که یک برنامه که واقعا ما افتخار میکنم که امروز از امریکا همچه برنامه در داخل افغانستان پخش میشه و این برنامه باعث افتخار ما، باعث یک گوینده بسیار خرد تلویزیون که از امریکا پخش میشه، ما افتخار میکنم و تبریک میگم بر دستاندرکارای این برنامه. شما بفرمایید، اجازه میتین که اینا بخونم؟ شوخی میکنم. شما خوالیت از خانم هست. تشکر. خب برنده از این بخش است وحدت امانی. تشکر. دوبلاژ خوش نداره نه؟ آقای وحدت امانی هم حضور ندارن اینجا متاسفانه. شما میتونید جایزه شد با خود داشته باشین و یا هم آقای علومی پیش خود داشته باشین تا که مسئولین برای آقای امانی برسونشون. تشکر.
نگاه سبز شما هم تولید کردین. طرف ما چرا نگاه میکنین؟ ما یکی از برنامه‌ای بوده که میدیدمش و بازم تلویزیون یک. بله باز هم تلویزیون یک موفق بوده به بخش برنامه هایی که تولید کردن. برنامه های بسیار خوبه تولید میکنن تلویزیون یک. البته شما خودتان تولید میکردین صفتش هم میکنن؟ خب اینکه ما بخش ای که پرودوسر برنامه نگاه سبز و گردانیده نگاه سبز بودم و ای را ایجاد کردم به این معنی نیست تلویزیون یکی برنامه را البته تولید کرد و نشر کرد و برنامه بسیار موفق بود. البته به می دلیل نگاه شما هم به سوی ما نگاه سبز موفق بوده برنامه شما هم و تمام کسایی که در افغانستان تولید میکنن با دستاورد بزرگ و امکان کم. بله البته با یک تیم بسیار خوبه که من خاطرهای بسیار خوش دارم از تلویزیون یک که امروز همه همکارا رو دیدم. البته بعض همکارا نتونستن متاسفانه بیاین از کابل با مشکلاتی که بود جایشان خالی هست و همکار بسیار خوب ما بودن در این بخش برنامه و تانستیم که کارهای بسیار خوب را اجرا کنیم برای بیننده های خود. البته ما از یه هم سپاسگزار هستم که با یک تیم بسیار خوب تانستم که در تلویزیون یک البته کار کنم و با یک سیکیوریتی بسیار خوب که تیم و منیجمنت تلویزیون یک برای ما داده بودن. از یه هم ما سپاسگزار هستم و خواستم که یاد کنم از دوستانم. بیننده های تلویزیون یک اگر فکر میکنین که بخاطر از اینکه تلویزیون یک شریکی برنامه است و تمام صحبت ها از تلویزیون یک میشه، نه خیر، تصادف است و شما کار خوب میکنین در کنار دیگر رسانه ها. جا داره که همکارای تکنیکی تصویر ویدیویی که شرح دهنده بهترین پرودوسرها و یا تولید کننده های برنامه های تلویزیونی هستند پخش بکنن. همکاران تکنیکی بهترین تولید کننده برنامه های تلویزیونی نیلوفر ندا، حبیب امیری و هارون همدرد. و حال نوبت میرسه که دعوت بکنیم از زهره یوسفی، یکی از ژورنالیست‌ها و یا خبرنگارای موفق رسانه‌های افغانستان، یک جا با آقای اختر شوکت که روی استیج تشریف بیارن و جایزه از این دوستا را برشان اهدا بکنن. سلام دوست عزیز، ما اختر جان شوکر نیستم، شما میفهمید ما کی هستم؟ بیاین ببینیم که برنده کی هست. اول برنده هستم ابو جان. بخش ما ختم شد، ما میریم. وقت خوش باشه. چک چک میکنین خدا دلتا میگیم خدا را شکر.
ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کارمان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن. فکر میکنم که کوه نیاز است تا شما را یاری بکنه. من سراب بیش نیست و من تن میکشم به خاطر از اینکه حداقل از کاروان دوست عقب نمانم. افتخار بر ماست، افتخار بر ماست. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. امشب یاد از رومی است و جا داره که من یک بیت کوتاه یاد بکنم که خنک‌آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. به 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 به. خب حضور نهایت محترم و بینندگان خوب تلویزیون یک، شما از اولین جشنواره رومی ما را به خصوص جناب آقای عبدالله را که دوست ندارن با اسم و رسم بسیار کلان معرفی شوند، حقم دارن چون خودشان در درونشان بی نهایت بزرگ هستند. دوستای عزیز، به هر حال شما تماشاگر اولین جشنواره رومی از شهر زیبای لاس وگاس، کشور پهناور امریکا هستید. خب عبدالله جان، بریم به معرفی بخش ها، چی فکر میکنیم؟ اگر اجازه بتین، من میخوایم در نخست ابتکاری که امروز صورت گرفته او را به ستایش بگیرم و از آنچه دیشب واقع شد و امشب ادامه پیدا میکنه او را قدردانی بکنم. تلویزیون یک بخش میباله که این فرصت یا ای ابتکار را به دست گرفته تا نه تنها افغان ها را در داخل افغانستان، بلکه پل باشه برای افغان ها که از طرف دیگر کره خاکی شما وصل شوین. رهبری تلویزیون یک و به خصوص آقای فهیم هاشمی صاحب امتیاز و رئیس تلویزیون یک افغانستان تعهد به حمایت از ارزش‌های دارد که باعث تقویت وحدت ملی در افغانستان میشه. بله، با افتخارشان، واقعا با افتخارشان دست محکم بزنین هموطنای عزیز. خب میپردازیم به معرفی بخش هایی که دوستان می آین و کتگوری ها یا بخش هایی را
که انتخاب شده هستن و یا به اصطلاح بهترین هستن ممکن است که جایزه ببرن. اجازه بدین من یک سوال از شما داشته باشم. پرسش من این است که زمانی که شما کودک بودین بیشتر به کدام برنامه ها علاقه داشتین؟ نوعیت برنامه و چی را می‌دیدین؟ واقعا میخواین بفهمین عبدالله جان؟ چرا؟ چرا ایست که یه همه سوال خوب است هم بعد؟ خوبیش در ایست که کار من را آسان میسازم، میتونم براحتی براتون بگویم در زمانی که من کودک بودم در افغانستان تلویزیون نبود. بفهمین بدیش در کجاست؟ حتماً که سنتان معلوم میشه. 100%. اجازه بدین من خودم جواب میکنم به خاطر که شما را آسیب نرسه. خدای نخواسته که من نمیخوایم. بنده آسیب پذیر هستم. من وقتی که طفل بودم زمان طالبا بود. کودک. نه تنها که هیچ برنامه و انتخابی وجود نداشت به خاطر دیدن. اگر خدای نخواسته از قدیما هم در خانه تان یک تا تلویزیون پیدا میشد شما خوب به بلا رفته بودین. پدر بیچاره تان و تلویزیونای بادی چوبی را باید در گردن میکشید و کوچه به کوچه میگفت که این کار را که ما کردیم دیگه کس نکنه و پند عبرت بگیره. عالی. خب پس میخواییم که ببینیم که نسل امروز، اطفال امروز ما که در آینده جوانای رشید دیگه مثل شما خواد شدن، کدام برنامه ها در حافظه از اینا باقی میمونه؟ در ذهنشون چی باقی میمونه؟ میخواییم بفهمیم؟ درست. اجازه بتین دو نام را از عزیز بگیریم تا انتخاب شده ها را بیان و بر ما معرفی کنن. خانم تمنای انصاری و آقای شفیع سکندری. بهترین برنامه مسابقوی اطفال و نوجوانان ما در جشنواره رومی. توجه فرمایید که کی است؟ بهترین برنامه اطفال و نوجوانان، دریچه، سا و کودک و نوجوان. پاکت سرنوشت ای برنامه ها را نشان میده که کی برنده ای بخش است. تلویزیون آرزو ساخت. خواهش میکنم چی کار باید بکنیم؟ باید به یکی کسایی که کابل میرن فکر میکنم باید داداشه و امانتشانه برشان. بله عبدالله جون، من فکر میکنم بهترین امانتدار خواهد بودن در این مسئله. همانت تلویزیون آرزو و ای را حتما برشان میرسانیم. تشکر. خب برمیگردیم سر اصل قضیه. یکی بود یکی نبود، از هر چمن سمنه. چیزی برای گفتن ندارین متوجه هستم. ما چیزی میخواییم بگویم که دیده کجا و درخت ها در کجا. من نخونم. چرا دیده کجا درخت ها در کجا؟ به خاطر که شما به گونه آغاز کردین که من متوجه نشدم. متنوع یا رنگارنگ از نظر شما چیست؟ اجازه بده نکایت رنگارنگ ما بگویم. حداقل به خاطر تصدیق اینجا همکارای ما که از کابل تشریف آوردین میفهمن. یک بازار تازه جور شده در جاده نادرپشتون کابل و او بازار هر کس به روایت خودش نام میگذاره و اکثریت دوستای کنجا چیز خود گم میکنه و بازار به نام بازار نامردا یاد میکنن. دلیلش هم ای است که هر چیز شما خصوصا تلفن، آیپد، این مسائلتان گم شود شما در بازار نامردا پیدا میتونین. و یک علت دیگه هم داره ای
نام او علتی است که وقتی که شما از حاشیه او سرکام گذر میکنین باید که جیبتان خوب قائم بگیرین. و رنگارنگی که من ازش حداقل در کوزچه و همسایگی ما یافت میشه، اگر شما قرار باشه بر از او جایزه بتین، من باید یک ذره فاصله بگیرم از شما. خب پس نگیرین فاصله لطفا. خب چیز دیگری هست میره بانید. چشم. خب من هم دقیق نمیخوایم برای شما بگویم که کی است و چی است. تمنا میکنم از بانو برشنا رازق و جناب آقای هاشم حبیبزاده کونا بیان معرفی کنن بهترین آره برای ما. بسیار عالی است. من فکر میکنم که فرصت بسیار خوب است. اگر نه شما، من آمادگی گرفته بودم بعد. خواهش میکنم. سلام لاس ویگاس. السلام علیکم. فکر کنم که بخش برنامه های کمدی است. بله. بیاین که ببینیم کدام پروگرام ها انتخاب شده. بهترین کمدین در برنامه های تلویزیونی. حنیف همگام، آصف جلالی، نثار نکسیار و ابراهیم عابد. برنده برنامه کمدی. باش که پرسان کنیم از دوستا چی فکر میکنیم کدام پروگرام است. نش نگاه کدام؟ یک کمک اگه بلند بگویی که ما بفهمیم. بله، برنامه شبخند از تلویزیون یک. چیز زیادی برای گفتن ندارم. عبدالله جان به نمایندگی از ما و به نمایندگی از کارکنان تلویزیون یک و رئیس تلویزیون یک گفته های تلویزیون یک به شما ابلاغ کردن. فقط یک تشکری خاص از تمام عواملی که دستن در کار این برنامه بودن من میکنم، خصوصا از آقای عبدالله ناصر که میفهمم با دیگر دوستا بسیار تلاش کردن تا شما دوستا در اینجا جمع باشین و بتونین ببینین در افغانستان چه برنامه هایی هست و بهترین هایش تقدیر کنین. تشکر. تشکر از آقای یعقوبی. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر، بالهای مطمئن. ممنون و مبارک باشه به دوستا جایزه را که گرفتن. خب عبدالله جان عزیز، شما نخبستنده. خواهش میکنم، نخبگان دیگری هم وجود داره، لطفاً احتیاط کنین. بخاطر که شما شاید اینجا در لاس وگاس مسئولیت خوب داشته باشین، در افغانستان گشت و گذار ما با جدی با خطر مواجه میشه. اما به هر صورت میخوایم که شهامتش هنوز داشته باشم که بگویم شما یکی از نخبگان ماستین. اجازه بدین، بخاطر که کودکی ما خب به تلویزیون سپری شد، اما نوجوانی من در اتاق خبر سپری شده. حداقل سالها است که شب و روز میمانم و بیشتر از 15 تا 16 ساعت. خب یه بخش است که تمنا میکنیم از جناب آقای هماین جلالی و عالی جناب حامد نوید که تشریف بیارن و بگویند که برنده از این بخش کیها هستن و یا کی هست. سلام،
بازم به خدمت شما سلام میگم. نگاه میکنیم با مانیتور ببینیم که کی ها کاندید هستن. بهترین برنامه مباحثه روز، جاور لیگ، مناظره کابل و گفتمان. و برنده است مناظره کابل یا کابل دبیت لایف. مبارک باشه. مبارک باشه. زیاد از خود بگذاری میکنم. خواهش میکنم. ای از یک حوزه دیگه است که حق دارم به عنوان یک برنده چند تا بگویم. من فکر میکنم که دیگرهای هستند به مراتب مستحق‌تر از ما که امروز باید اینجا می بودن. حداقل من مسئولیت برنامه هایی را دارم که بیشترن در داخل دفتر من می باشم، اما خبرنگارهای زیادی هستند که می آین و به سخت‌ترین شرایط میرن خبر تهیه میکنن و وظیفه کلان اطلاع رسانی را از افغانستان در بینوان یک کشوری که در اونجا یکی از خطرناکترین کشورهای جهان است به خاطر اطلاع رسانی. یک خواهش کوتاه دیگه هم دارم. چرا برنامه مناظره کابل مدت کوتاه، ما پرودوسرش اولین بار بودم که آغاز کردیم. آقای سمیع مهدی اینجا حضور داشتن، حضور دارن. یک فرصت سمیع مهدی گرداننده از این برنامه بود. وال دوباره ما گردانندگی میکنیم. بیان سمیع مهدی هم بگویند به عنوان یک کسی که ما مشترکن بسیار کارا را انجام دادیم. بسیار عالیست. جناب آقای سمیع مهدی تشریف بیارین لطفاً. دوست عزیز سلام خدمت شما و تشکر از عبدالله فنجانی که لطف کرد در حق ما گرداننده بیش نبودیم. دستاورده که امروز مناظره کابل داره دستاورده یک گروه بود، یک تیم بود کار میکردن پشتر ازی که ما هم کوچکترینشان بودم، ولی حالا ما گردانندگی مناظره کابل به دوش ندارم. آقای عبدالله فنجانی داره که بسیار خوبتر از ما گردانندگی میکنه. ما برشان تبریک میگم. مبارک باشه. بخیر باشید. سلام. یک اتفاق جالب افتاده ده اینجا عبدالله جان. چی از او اتفاق؟ از این جالبتر نمیفتاده گر که من هیچ خبر نباشم. اول فرصت برم ابتین، بعد از او بخاطر که خدای نخواسته من عواقب اینچونین چیز خوبی را در انتظار خود نمیبینم. اما من میدانم چی خبر میشه شما که برمیگردین افغانستان. چی خواهد شد؟ از میدان هوایی کابل تا رادیو افغانستان ملت به انتظار شما میباشن. ای کاش فرصت باشد تا ما به خانه هر یکی بریم و قدردانی بکنیم تا ما را تحمل کردن. ما بر اون ملت چی نافریدیم و چی نکردیم. آفرین خاک افغانستان که ما را تحمل میکنه. زنده باد، زنده باد. واقعا افتخار میکنیم به همه شما عزیزا. میخواستم بگویم که جوایز میشن سرمایه های ملی کشور. شما چی فکر میکنین؟ والله من فکر نمی کنم که تا او حد از خود آدم خوشحال باشه. خب پس بیاین که در بخش طنز برنامه شبخند جایزه‌شون گرفتن. آله در برنامه های متنوع از بانو فریما واصل جویا و جناب آقای کامران جویا تقاضا می کنیم که بخش متنوع را بیاین دوباره معرفی بکنن که برنده ما کی است. برنامه های طنز و یا شوخی با حقیقت میبینیم که کیها انتخاب شدن و بهترین ها هستن. بهترین برنامه سرگرمی های حقیقی، زهر عسل، زنگ خطر و تلک نورین.
خب میخواستم که کاکا بابا ببره. من نمیفهم که کی برنده است. اصلش اصل خودم میفهم کی برنده است. ای بوبی. واحد. خب. والا بسیار خطرناک شده. کی باشه؟ من گفتم خطرناک شده. زنگ. زنگ خطر. خب عبدالله جان جان مسک وظیفه ما دمیجا به پایان رسید. زیادم گفتیم. تشکر از تحمل احمدی. ممنون هستیم. ما میکروفونم میبخشیم به همکارای عزیز دیگه که بخش های بعدی رو معرفی کنن. خوش بگذرن. امیدوارستم که تا ایدم برنامه مورد توجهتان بوده باشه، خسته نشده باشین. متنوع است نی؟ نه چندان؟ پشت پشت کل چیز یک چیز نبود؟ کی نمیخوانه؟ چرا اینه من جوان حاضر پیشوری تانستا؟ شرکت کامیر، تلویزیون یک، پریما جیوا، سلک رود، جادو باکس سپانسرهای برنامه هستن. از همشان تشکر میکنم. امیدوار هستیم که همیشه همینطور همکار باشن و در کارهای خود موفق. اینال به خاطر امو دوست ما که گفت که نه تنوع نداشت، یک تنوع دیگه میاریم. دو جوان برتان معرفی میکنم. یکی ستاره جان عطایی عیسی و اویس شیخ. به افتخارشان.
ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن. तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन अब जोत मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन अब जोत मेरा तुझसे जुदा होकर हो जा Ladies and gentlemen, my name is Kishan Amin. It's a pleasure being here today at the Rumi Awards. If you guys know this song, I'd love it if you guys would sing with me. Right, we're gonna speed through.
you so much. My name is Kishan Amin. I want to wish all the nominees today the very best of luck. And thank you all so much. خانم ها و آقایان، جشنواره رومی در شام لاس وگاس امشب پر ستاره است. با ستاره نوابی کف بزنید. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر، بالهای مطمئن.
چه شعر عاطفی که از افکار یک مرد با احساس تراوش کرده بود آهنگ شد که درد دل بانوی آتش نشینا شرح می داد. آواز شد به صدای آریانا سعید. آواز شد به صدای آریانا سعید که مظلومیت های زن افغان به مردم دنیا معرفی کرد. تصویر شد که آینه را در مقابل هر زن با احساس و نکسیرت افغان گذاشت. قبل از البته باید بگویم که اگر قطرات اشک به چشمایتان دور می‌خورد، مرا معذور بدانید. Amina,
هر دفعه که چیری مرا میبینین میگن باز شیر میخوام. کسی که خوش داره خوش میشه، کیف میکنه. کسی که به شیر و ادب علاقه نداره میگه باز می قواره رو ببین. از او سبب من یک فکایی از یک کس قرض گرفتم. هیچ فکایی گوی نیستم و هیچ فکایی را به حافظه خود سپرده نمیتونم، هیچ فکایی را گفته هم نمیتونم. اما یک فکایی که از خوشم آمد او رو برتان میگم. دو نفر یا در کار دوکان مصروف بودن یا شاید هم مامور بودن در دفتر مصروف بودن، با عجله و دوش رفتن طرف مسجد که نماز جماعت بگیرن. رسیدن دیدن که مردم استاد است سر نماز جماعت، استاد شدن اینام، نماز خواندن تمام شد. ام یکیش بردگیش گفت خوب شد ولی رسیده میره جماعت گرفتیم. دیگهش میگه اگه وضو میکردیم نمیرسیدیم. کلگی فهمید؟ کس که فهمیده برای کسایی که نفهمیده بوده. اینه اینه حالا فهمیده. یک آدم مثلا نامش جانوس، یک دانه زاغ گرفت فکر کرد که فایده میکنه سرش، کسی نفهمیده میخریش و حلالش میکنه و گوشتش نوشجان میکنه، بردش در بازار که به فروش برسنه. یک نفر دیگه بسا شوخ بود، آمد دید که اوهو چلاکی میکنه سر ما، زاغ سر ما میفروشه. آمد پالویش استاد شد گفت او بیدر امی خر قیمتش چند است؟ گفت چی میگی؟ نمیبینی که زاغ است؟ گفت مام از امی زاغ پرسان کنم. کاغذای زیاد دارم، گپای زیاد دارم، بازم خدمت شما خاتم بدم. تشکر. سلام 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 عرض می کنم خدمت شما نازنینا. همچنان پیشترک من یادم رفت سلام بتون برم. گفتن که شارت ان سویت باشه، از او خاطر ما زیاد گپ زدن نمیتریم. ما خیلی گپ نزدم. نی باید گپ بزنین یک چیز خب بگوین. شورت و سویت باشه نی؟ خب من نمیفهم که در تلویزیون ها بسیار همی سیریال ها رو شما میبینین، بله. دراما رو. نه؟ بله بله بله. چی فکر میکنین راجع به دراما؟ والا حتا فکر نمی خوانم در اون میشم میبینم تو چپ پاچو پیس کلگی صدای خوانم میشم گفتم والا یاست یا یک سریال ناس یا یک سریال دل دلهن بود. چی بود یک سریال؟ سریال دلهن. همین چیزا بسیار زیاد است. بله اونو وادم میفهمیدم. شما میدیدین؟ والا راست برتون بگم یگان تایشه یگان برنامهش من زیاد خوشم میاد. مگم هیچ وقت خدا مسیش هیچ وقت نمیگفتم که که دختر بچه کی رو دوست داره. نه امو پارت که یگان دفعه جدا میشن یا کشته می بسیار میبخشید خیلی دایرکتر آوری سر ما شما قبض نمیاد. راجی به او بخش میرسه مال شما. بیاین که راجی به سریال قبض داریم. خب بیاین که از آقای محمد گل خواهش کنیم که بخش امی سریال در دراما معرفی کنن. محمد گل شما کف زنید قبض زدن ها بسیار کم هست. ما بخش سریال معرفی میکنیم. کدام سریال ها؟ ده طول و غور سریال ها پروگرامون چی دی؟ داغ نوموری دی تاسته باز برندش. بهترین سریال تلویزیونی سپاه بین من و تو، بهشت خاموش و کوچه ما.
انولوپ کجاست؟ هلو Where's the envelope? Afghan Star Show. آه، اینجا چرا مرا آزار میدین صدای را میکشین؟ آه، در سیریال دوم چده کوچه ما. میفهمیم که هر کسی که انولوپ از اینجا نبودن، این پاکت از اینجا نبردن، به این اساس شما میبخشیم که اشتباه کردیم. این اینجا میمانیم که این اشتباه تکرار نشه. خب بناله ام او جایزه کجاست؟ تروفی کجاست؟ نفرش که بیایه کجاست؟ کف بزنیم، کف محکم بزنیم. بله، کف زدن فریز، چارجی ندارد.